پشت خط ما جناب آقای سردار حسین سلامی جانشین محترم فرمانده سپاه پاسداران هستن. سردار سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض تبریک و تسلیت دارم خدمت شما و همکارانتون. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و شهادت این عزیزان رو هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنم. سردار خیلی پس از شهادت سردار مقدم و دوستانشون در جهاد خودکفایی سپاه تازه آشنا شدن با فعالیت ها و کارهای بزرگی که در صنایع دفاعی ما در 8 سال دفاع مقدس و بعد از اون انجام دادن. الان این نگرانی به نوعی وجود داره که نکنه با رفتن این شهدای عزیز یک خلأی به وجود بیاد. خدمت شما عرض کنم که سردار حسن مقدم درسته که واقعا یک شخصیت کم نظیر در عرصه خلاقیت‌های دفاعی و بازدارنده بود و یک انسان مبتکر، مبدع، نوآور و با همان تعابیر زیبا و مفاهیم بسیار ارزشمند و متعالی که حضرت آقایشون رو توصیف کردند، یک دانشمند برجسته و یک وارسته بی‌ادعا. ولی سردار حسن مقدم در شخصیت صدها و شاید هزاران دانشمند با همون خصوصیات فکری، مدیریتی، اخلاقی و نوآورانه تکثیر شده. الان ما هزاران حسن مقدم جوان داریم که با همون شور انقلابی، با همون نشاط کار، با همون انگیزه جوانی دارن مسیر و فعالیت‌های ارزشمند سردار شهید حسن مقدم رو در عرصه توسعه قدرت بازدارندگی کشور به منصه ظهور میگذارن. و اگر دشمنان ما فکر میکنند که با شهادت یک سردار بزرگ در صحنه دفاع و بازدارندگی کشور ما دیگه ما به غروب ستاره های پرفروغ مثل ایشون رسیدیم، به نظر من یک ادعای پوچ و بی‌معناست. ببینید، توسعه قدرت موشکی یا قدرت بازدارندگی آمیزه ایست از صدها شاخه علوم و فناوری. مثلا سردار من چون میخوام از فرصت استفاده بکنم یک سوال دیگه هم بپرسم، این مقدار فرصتمون هم اگه محدوده اجازه بدیم، من یه سوال دیگه با یه موضوع دیگه هم داشتم. بله، در خدمتتون. چون بالاخره جانشین فرماندهی سپاه الان داریم باهاش صحبت میکنیم، بعد از این فرصت بهره مند بشیم. هفته پیش رئیس رژیم صهیونیستی صراحتا اعلام کرد که احساسش بهش میگه که زمان حمله به ایران نزدیک شده، اما دقیقاً دو روز پیش یک چرخش 180 درجه ای انجام داد آقای پرز و گفت جامعه جهانی باید به جای حمله به سمت عملیات روانی بره. به عنوان جانشین فرماندهی سپاه در واقع این چرخش 180 درجه ای رو در از یک هفته چطور تحلیل میکنید؟ ببینید، این به نظر من ناشی از غلبه احساس بر تعقل و تفکر. وقتی اونها در فضاهای احساساتی صحبت میکنند حرف از حمله میزنند، وقتی که به فضاهای واقعی برمیگردند و عظمت قدرت جمهوری اسلامی ایران رو در مقابل محاسبات خودشون قرار میدن، اون وقت متوجه میشن که با کشور ایران و ملت ایران هرگز نباید با ادبیات خشن و با زبان زور سخن گفت. اینها میدانند که جمهوری اسلامی ایران نقطه جوشان یک قدرت ویرانگر علیه منافع و اهداف استراتژیک اونهاست و اگر بخوان به عرصه واقعیت برخورد نزدیک بشن، به نقطه غروب و پایان حیات سیاسی خودشون نزدیک خواهند شد. بنابراین وقتی تعقل بر اونها غلبه میکنه و محاسبه و برآوردهای دقیق ناشی از اطلاعات، همین چرخش های 180 درجه ای رو شما در مواضع و بیانات اینها میبینید. ولی وقتی که گاه فریب یک سلسله فضاهای احساسی رو میخورن و حرفهایی رو میزنن که با واقعیت 180 درجه فاصله داره. خیلی خیلی سپاسگزارم. ما و ملت ایران برای شما همکارانتون آرزوی توفیق و موفقیت داریم و خیلی خوشحالیم که حاج حسن مقدم الان هزاران حاج حسن مقدم تربیت کرده. انشالله که موفق باشید. متشکرم. التماس.